خصلتي امانت داری. الله سبحانه و تعالی فرمود به درستی که الله به شما می فرماید که امانت ها را به اهل آنها ادا کنید. سوره نساء آیه 58. پس اسلام دین امانت است و رسول او صلی الله علیه و سلم لقبشان صادق الامین بود. ایمان شخص مسلمان کامل نمی گردد مگر با امانت داری و خلق و رفتار خوب داشتن. و در حدیث آمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که امانت ندارد ایمان ندارد. حدیث با روایت امام احمد. بلکه از دست دادن امانت داری سبب خراب شدن زمین و قائم شدن قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر امانت از بین رود پس انتظار روزی قیامت باش. حدیث با روایت امام بخاری. امانت در اسلام نه فقط تنها ادای پول مال است، بلکه امانت در اسلام این حق همه چیز هاست که بر او لازم است آن را ادا نموده حفظ نمایی. پس امانت به دین و شرف، مال و ملک، علم، فرمان دادن و گواه شدن و نوشتن و دانستن سرها و دیگر نوهای معامله ها داخل است. و اصل امانت دو نوع است. یکم امانت در حقوق الله سبحانه و تعالی، دوم امانت در حقوق انسان ها که همه اینها انسان را به ادای آن امر میکند. در امانت داری فایده های بزرگی است که آن به خود شخص و مردم فایده های دارد. از جمله آن فایده ها یکم دین را حفظ میکند، دوم مال و ملک و آبرو را حفظ میکند، سوم امانت داری از مهمترین سبب برکت و پیشروی است، چهارم امانت داری سبب وسیع گردیدن رزق و خوشبختی در این دنیاست، پنجم شخص امانت دار را الله سبحانه و تعالی و مردم دوست میدارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که میخواهد الله و رسولش او را دوست بدارند پس هر وقتی که سخن میکند سخن راست میکند. اگر به او امانتی داده شود پس آن امانت را ادا نماید. اگر همسایه داشته باشد پس با او معامله خوب بکند. حدیث با روایت امام بیهقی. آن جماعتی که امانت دار است جماعتی می باشند که در امن و امان و با هم دوست و پیوند هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که به تو چیزی را امانت گذاشت آن را ادا نما و آنی که به تو خیانت کرد تو بر او خیانت مکن. حدیث با روایت امام ابو داود و امام ترمذی.